نشر جدید اساسی ولسیج را در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا، برخی وکلا خواهان لغو قرارداد امنیتی با آمریکا هستند. د امریکای هغه قرارداد چې موږ سره ده په د غور وسی د دجنه د بیا ورته کسندق دی کالنی پیراګری کوي بالکل د قرارداد نه منو او نه مونته نور د منل وړل. تاکید بر حاضر نمودن طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که همزمان با برگشت به پاکستان با رهبران طالبان دیدار میکند. Now when I go back after پس از رسیدن به پاکستان با هیئت از طالبان افغان دیدار خواهم کرد و تلاش میکنم که نمایندگان طالبان را برای گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان آماده بسازم. و تهران از گفتگوی راستین با واشنگتن ابراز آمادگی کرد، اما میگوید در صورت جنگ پایگاه های آمریکا را هدف قرار خواهد داد. سلام بر شما، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. اعضای ولسیج رگ در واکنش به اظهارات ترامپ خواهان لغو قرارداد امنیتی با آمریکا شدند. اعضای ولسیج رگ در کنار خواست فسخ قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا از حکومت می‌خواهند که در برابر مداخلات جاری این کشور اعلام استقلال کند. وکلا تلفات ملکی در نتیجه بمباری‌های هوایی از سوی نیروهای خارجی را قابل تحمل نمی‌دانند و بر استقبال شمار سیاسون و حکومت افغانستان از استفاده مادر بم از سوی آمریکا در افغانستان انتقاد میکنند. پلیسی جرگه اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با جنگ افغانستان را غیر مسئولانه برخلاف اصول دیپلماتیک و توهین به ملت افغانستان میخواند. اعضای پلیسی جرگه در واکنش به موضع‌گیری اخیر ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با لهجه خشم آلود خواهان الغای قرارداد امنیتی شدند و علاوه بر این از حکومت میخواهند که بر ضد مداخلات علنی امریکا براعتش را در میدان استقلال اعلام کند. دی امریکای هغه قرارداد چې موږ سره ده په د غور وسی د دجنه د بیا ورته کسندق دی کالنی پیراګری کوي بالکل د قرارداد نه منو او نه مونږ ته نور د منل وړل. ما در آستانه 28 اسد قرار داریم. شما هم به جای مصارف گزاف چند صد میلیونی در 28 اسد بروین به همان مسجد و بر همان منبر ایستاد بشین و از دخالت‌های آشکار آمریکا و سخنان سراسر توهین‌آمیز و غیر دیپلماتیک آقای ترامپ اعلان براءت و استقلال بکنین. دا افغانستان دا عظیم ملت پشان که توهین ده، دا افغانستان دا درون ملت، با عزت ملت، هغه ملت چې د ټوټه کېدو څخه وژغورو. وکیلان تلفات ملکی را که در نتیجه بمباری خارجی ها بر ملت ما وارد می شود قابل تحمل نمی دانند و بر آن سیاسون افغان که از استعمال مادر بمها از سوی امریکا در افغانستان استعمال کرده بودند و گونه جدی انتقاد می کنند. کشتار ملکی و حتی نظامی ما در بمبارد کوری نیروهای خارجی برای ما قابل تحمل نبوده است. روزی که قرارداد امنیتی را دو دسته کارتای سبز بلند کرده اون وقت بود که شما اجازه دادید که ترامپ بگه مردم افغانستان چیزی نیست. مردم افغانستان مردم است که ما میتونم محو کنم. د بمانو مور پر موش باندې را وګرځول موش د دې پر ځای باندې چې ویغندو زموږ سیاسیونو استقبال ورته وکړي. د نړۍ نوې پرمختللې او خطرناکه وسله په افغانستان کې استعمالیږي. اعضای ولسی جرګه میگویند که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور قابل اطمینان نیست و صلح افغانستان نیز در تصرف کشورهای دیگر قرار دارد. مسئله صلح افغانستان که امروزه سرنوشتش در اختیار کشورهای خارجی و بیرونی قرار گرفته است بود دردآور دیگری. ولسی جرگه بر حکومت انتقاد میکند که واحدهای بودجوی را بر خلاف قانون ایجاد نموده است. وکیلان خواهان تعویق مسئله بودجه میباشند و تامین صلح قبل از انتخابات را اولویت میدهند.
احزاب سیاسی میگویند که موضوعگیری ارگ در برابر اظهارات رئیس جمهور آمریکا بسیار ضعیف بود. آنان میگویند که رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتش از کشته شدن 10 میلیون افغان و محو افغانستان سخن گفته است، اما در برابر آن موقف حکومت بسیار ضعیف و تنها برخواست وضاحت اکتفا کرده است. آگاهان امور حقوقی بر رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد میکنند که سیاست ضعیف حکومت سبب شده است که کشورهای دیگر به نیابت افغانستان صحبت کنند. اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد محو افغانستان از نقشه جهان و کشتن 10 میلیون افغان در داخل و خارج کشور با واکنش های جدی روبرو شده است، اما انتقاد ها بر موضوع گیری ضعیف حکومت در برابر این اظهارات بیشتر است. احزاب و شخصیت های سیاسی بر این اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده و میگویند که تمام افغان ها در برابر این اظهارات واکنش جدی نشان دادند، اما حکومت افغانستان تنها بر پخش یک اعلامیه نرم و خواستار وضاحت اکتفا کرده است. آنان میگویند که موضوعگیری حکومت افغانستان خلاف توقع افغان ها است و بزرگان حکومتی باید بر ضد امریکا واکنش جدی نشان بدهند. از مجر حکومت دا دوی سه وضعات غشتی زن پایجم از دا وضعات دوی چش پا باره که غواری اغا خپل پا خبر که واضح ویلی دی نو وضعات دل تا پا کار نده، حکومت تا پا کار ده چه دا دا کم امنیتی ترون چلی دی پر دی باندی غور وکی او د پر دې باندې دی یو ملي اجماع راوغواړي په دا تړون په باج مادو کې د تغییر راولي او امریکا د جدي در فشار لاندې راوړي. زمونږ خپل افغاني هویت داسې دی چې دا یو د ازادۍ هیواد دی او همیشه دغسې مسایلو کې موږ ډېر قهرجنه دغه کو غبرګون خیو. در همین حال برخی از عالمان دین و اعضای حزب نهضت اسلامی نیز اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ را به احترامی به تمام افغان ها می خوانند و از شورای ملی می خواهند که پیمان امنیتی با امریکا را لغو اعلام کند. امی خلی و امی عبدالله بیشتر می روان می گن خوبه در چند نفر دگرم بکش، ولی ما پاشیم در قدرت این سناریو را باید به خاتمه بریم. تا چه زمان ما کشته شویم؟ تا اینکه چند تا مزدور امریکا در این سرزمین در ارگ سپیدار بنشینه و حکومت بکنه. و این آدم نه به ارزش های اسلامی، ارزش ها و کرامت های انسانی قائل نیسته. این آخری خواستی ما است که تمام جریان های سیاسی افغانستان جمع شوند، ولل خصوص چند تا مزدور امریکایی که پیمان ننگین امضا کرد. اول سری ما شورای ملی ما صدا میکنیم که پیمان لغو شود. از سوی هم حقوقدانان بر رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد میکنند که سیاست ضعیف حکومت سبب شده است تا کشورهای دیگر به نیابت افغانستان در مورد صلح و مسائل دیگر کشور گفتگو میکنند. آنان میگویند که موضوعگیری طالبان نسبت به حکومت جدی تر بود. این نشان دهنده ضعف اداراتچی های کابل هست که متاسفانه در رقابت های سیاسی برخورد های سلیقوی شعارهای گوناگون ملت در حد میسازن که دیگه متحد استراتژیکشان که امریکاست در صدد محوش میشه و یک زماندار خام مثل عمران خان اظهار میکنه که حل قضیه افغانستان داده شده. مسئله صلح افغانستان که امروزه سرنوشتش در اختیار کشورهای خارجی و بیرونی قرار گرفته است بود دردآور دیگری. انتقاد بر موضع‌گیری ضعیف حکومت افغانستان در برابر اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی است که طالبان مسلح با پخش اعلامیه بر اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنش جدی نشان دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید با رهبران طالبان دیدار میکند و آنان را به گفتگوهای روترو با حکومت افغانستان تشویق خواهد کرد. عمران خان که در انستیتوت صلح آمریکا سخنرانی میکرد گفت که پس از برگشت به پاکستان با هیئت طالبان افغان دیدار میکند و تلاش خواهد کرد تا این گروه را به گفتگو با حکومت افغانستان آماده سازد و میگوید کشورهای همسایه افغانستان خواهان صلح در این کشور نیستند، اما آمریکا، پاکستان و افغانستان علاقه‌مندی بیشتر به صلح دارند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان که هنوز هم در آمریکا به سر می‌برد آنجا در اینستیتوت صلح آمریکا در مورد صلح افغانستان سخنرانی کرد. عمران خان میگوید که آماده ی هر گونه همکاری در بخش صلح افغانستان است و همزمان با رسیدن به کشورش تلاش خواهد کرد تا با رهبران طالبان دیدار و آنان را آماده گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نماید. عمران خان میگوید زمانی که به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شد نمایندگان طالبان خواستند با وی دیدار کنند، اما حکومت افغانستان در مورد این دیدار نگرانی داشت، بنابراین وی از دیدار با طالبان صرف نظر کرد. پس از رسیدن به پاکستان با هیئت از طالبان افغان دیدار خواهم کرد و تلاش میکنم که نمایندگان طالبان را برای گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان آماده بسازم. زمانی که به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شدم، آن زمان نیز نمایندگان طالبان خواستند با من دیدار کنند، اما حکومت افغانستان در مورد این دیدار نگرانی داشت، بنابراین از دیدار با طالبان منصرف شدم. صدر اعظم پاکستان میگوید که وی برعکس سیاستمداران دیگر به این باور بود که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و به همین دلیل در میان طالبان نیز محبوبیت داشت. عمران خان میگوید که همسایه های افغانستان در این کشور اهداف دارند و به همین دلیل نمیخواهند که صلح در افغانستان تامین شود، اما پاکستان، آمریکا و افغانستان طرفدار صلحند. Peace in Afghanistan will now can only take place through a political settlement, through dialogue. بیشتر همسایه های افغانستان نمیخواهند که در این کشور صلح تامین شود، اما من به این باورم که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. آمریکا، پاکستان و افغانستان بیشتر از همه خواستار صلحند. عمران خان امیدوار است که انتخابات آینده افغانستان همه شمول باشد و طالبان نیز بتوانند در آن اشتراک نمایند. عمران خان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز ستایش کرد که به گفته وی می‌خواهد جنگ افغانستان را پایان بدهد. اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در حالی است که وزیر خارجه آمریکا هنگام دیدار با عمران خان گفته است که روند صلح افغانستان به سمت درست در حرکت است و بزودی در بخش پروسه صلح افغانستان شاهد پیشرفت‌های مثبت خواهیم بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صلح در کشور تضمین شده میدواند. حامد کرزی در مصاحبه با صدای آمریکا واکنش حکومت را در برابر اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کند خوانده و میگوید نیاز است که در کنار طالبان تمام افغانها با هم یکجا شوند و موضوعگیری واحد در برابر خارجی ها اختیار نمایند. کرزی میگوید در دیدار روز گذشته میان ترامپ و عمران خان آشکار شد که این کشورها بر صلح افغانستان معامله کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید رئیس جمهور آمریکا در اظهارات تازه‌اش در مورد افغانستان با تمام افغان‌ها به حرمتی کرده است و این اظهارات ترامپ در مورد افغانستان موضع‌گیری رهبران آمریکا را در رابطه با افغانستان مشخص کرد. حامد کرزی در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که افغان‌ها در خاکشان خواستار حضور نیروهای خارجی نیستند و با خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان صلح تامین می‌شود. شده ای دلس میلیون انسانان در قطر خبر کی پدی که سوله چرده ده مش سوله وار امریکا سوله نوار افغانان سوله وار در افغانستان ملت سوله وار امریکای نوار مش باید در سوله کوشش بکن او که مش ده سوله در امریکی پا اتو که رازی چی بلکل رازی نو که امریکا در افغانستان سوله بسی. حامد کرزی میگوید افغانها صلح میخواهند، اما معامله میان آمریکا و پاکستان بر سر صلح برای هیچ کس قابل پذیرش نیست. در نشست اخیر میان رهبران هر دو کشور واضح شد که بر صلح معامله شده است. کرزی میگوید جنگ جاری طالبان به نفع آمریکاست و نیاز است که باید در کنار طالبان تمام افغانها در برابر خارجی ها موضع‌گیری واحد اختیار کنند. مرسول غارو خود آمریکا و پاکستان معامله نغارو د امریکا او د پاکستان په پرونی مجلس کې هم د معاملې علائم کاملا واضح سپراوته او هم د امریکا د حکومت ذهنیت د افغانستان د خلکو پیسې کې معلوم شو چې موږ انسانان نه ګڼي، موږ قابل قتل بولي، بلکې موږ خاوره قابل محبوب بولي. کرزی موضع‌گیری حکومت در برابر اظهارات ترامپ را ضعیف خوانده و میگوید حکومت باید با نمایندگی افغانها در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا با جدیت ایستادگی کند. د حکومت اعلامیه ولستر ډیر سسته وه. حکومت وضاحت غوښتی د ترامپ سره د ده په وینا کې، دا څه وضاحت غواړي په دې کې؟ هغه ستا د قتل ادعا کړې ده،
او تو وضاحت غواړ متي ځان افغان کی حکومت ځان خاوند کی حکومت د افغانستان د خلکو نمائندګي وکي حکومت جاغو کی پټرم چې وزد دی خالص او د نور افغانان سره د لاس یو کی او طالب او حکومت افغانان سره یو زی او د دې پروتوسی ځان خلاص کی. حامد کرزی تلاش های ظلمه خلیزات را در بخش صلح ستایش می کند، اما می گوید نیاز است که امریکا در این بخش صداقت نشان بدهد و برای تامین صلح تلاش کند. لوی درستیز اردوی پاکستان از تلاش های صلح بر رهبری افغان ها حمایت کرده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان می گوید لوی درستیز پاکستان که سرگرم سفر امریکا با عمران خان است در دیدار با وزیر خارجه امریکا بر ارزش پروسه‌ی صلح بر رهبری افغان‌ها گفتگو کردند. قمر جاوید باجوه در دیدار با مایک پامپیو بر مذاکرات صلح بر رهبری افغان‌ها تاکید کرد و حل مسئله افغانستان را از راه سیاسی اقدام مؤثر خواند است. بر موتر نیروهای خارجی در ولسوالی دیسبز کابل انفجار صورت گرفته است. قماندانی امنیه کابل میگوید که موتر نیروهای خارجی در تنگی ترخیل ولسوالی دیسبز با ماین کنار سرک برخورد کرده، اما در پیوند به تلفات آن معلومات در دست نیست. ماموریت نیروهای خارجی در کابل این رویداد را تایید کرده، میگوید که در این انفجار کسی کشته نشده و در مورد زخمی های این رویداد جزئیات نداده است، اما در خبرنامه وزارت دفاع کرواسیا آمده است که 3 سرباز این کشور در یک حمله ظاهرا انتحاری در کابل زخمی شدند. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. انفجار که امروز در مربوطات ولسوالی دیسبز تنگی ترخیل رخ داده، در مورد تلفات جزئیات هنوز نیست و خود نیروهای خارجی که در این حمله هدف قرار گرفته بودند حتما گیلامی از چگونگی انفجار و از ارقام تلفات که اگر داشته باشند خواهد گفت. تنها در 2 ماه گذشته در ناحیه پنجم شهر کابل 15 تن در حملات هدفی کشته شدند. باشندگان ناحیه پنجم و سران قومی میگویند وضعیت امنیتی این منطقه نسبت به هر زمان دیگر وخیم شده که سبب نگرانی باشندگان محل شده است. آنان میگویند مردم در روز روشن در مقابل خانه هایشان ترور میشوند، اما حکومت برای جلوگیری از این کشتارها هیچ اقدام لازم نکرده است. قماندانی امنیه کابل ترور های هدفی در ناحیه پنجم را تایید میکند، اما میگوید که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این منطقه کار میکنند. ناحیه پنجم شهر کابل به منطقه ناامن مبدل شده است. باشندگان ناحیه پنجم میگویند که از 2 ماه به این سو در این ناحیه کشتار هدفی و رویدادهای ترور افراد ملکی و دولتی بیشتر از هر وقت دیگر افزایش یافته است و باشندگان این منطقه با وضعیت بد امنیتی روبرو می باشد. باشندگان این منطقه میگویند که در 2 ماه گذشته در حدود 15 تن در این ساحه ترور شدند. دستون زوده لاره این دست دوام داری برون همیو قومی مشر جهادی مشر کماندان صاحب محمد سلیم خان چې تقریبا 2-3 میاشتې مخکې د هغې ورور قاضي فضل کریم هم د خپل کور په انګړ کې په شهادت رسېږي. نو په ټول ټال کې که وایي که دغسې امار را واخلو، تقریبا په 2 میاشتو کې موږ 15 نفره قومي مشران متنفذین د میدان وردګ ولس د لاسه ورکړی دي. 15مه حوزه د کابل دا تقریبا د 2014 کال د قندار پنجوایی ته ورته کیږي او یا د هلمند مسخله او سنگین ته. دا د ملکی خلکو د کشتارګه باندې بدله شوې ده. د 2 میاشتو په جریان کې په مختلفو احداثو کې په لسګونو خلکو ژوند لاسه ورکړی دی. باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل میگویند که در حضور آنان مردم ترور میشوند، اما ارگان های امنیتی در جلوگیری این رویدادها ناکام مانده است. یاره چې زه راغلی یم تقریبا 3 نفر خو ما خپل اوریدلی دي چې 2 په دغه منطقه کې دي او په کمپنۍ کې پوه شوې. 3 نفر خو ما خپل اوریدلی دي. اعضای شورای ملی میگویند که در رابطه با ناامنی ناحیه پنجم شهر کابل به ارگان های امنیتی شکایت کردند و آنان برای رسیدگی به این مشکل تعهد نیز کردند، اما تا اکنون این مشکل حل نگردیده است. مو مخکیم څور وځي مخکې د رئیس شورای امنیت سره ولیدل او وعده راکړل چې موږ په دې اکلا جدي تب تلاش وکړو. بیا هم د وزیر صاحب داخلي سره ولیدل، بیا هم غوښتل چې د وزیر صاحب امنیت سم په دو وخت کې ووینو په دو نږدو شپو کې. نو موږ تب تلاش دا کوو چې د دې نه غوښتنه وکړه چې په دو ساعت کې تاسو لازم تصمیمونه ونیسئ. دلته ضرورت ډیر زیات دی،
دلته دغه وسنی کمې ګمارنې چې وشوي داسې و چې بې تجربې خلک راغلل، بې تجربې خلک نیول شوي دي او خاص علت هم داده. در همین حال سخنگوی قماندانی امنیت کابل ترور برخی از افراد را در ناحیه پنجم تایید میکند، اما میگوید که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این منطقه دست به کار شدند. مشکلات وجود داره، نمیخوایم رد بکنم در سیاوزی پنجم گاگاهی جرایم جنایی و از اوقات جرایم تروریستی اتفاق میفته، اما به این معنا نیست که ما کار نکردیم و در اونجا توجه نداریم. خیلی توجه جدی به مسئولین حوزه پنجم امنیتی کابل، تیم امنیتی کابل در کل قماندانی امنی کابل و الخصوص وزارت محترم امور داخله در این قسمت هست. باشندگان محل در نتیجه ترور مردم در ناحیه پنجم شهر کابل در حال ابراز نگرانی می کنند که در این اواخر به شمول کابل تلفات افراد ملکی و کشتار هدفی در ولایت دیگر نیز افزایش یافته است. یاد بود 12 سالگرد وفات اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت و پادشاهی پیشین افغانستان طی مراسم خاص در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و حنیف ادمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در این مراسم شرکت نموده بودند، اکلیل گل را بر مقبره بابای ملت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه گذاشتند. عبدالله عبدالله در اظهاراتش محمد ظاهرشاه را شخص حلیم و شاه دلسوز افغانستان یاد کرد و تاکید نمود که منافع شخصی اش را برای منافع ملی ترجیح نمیداد. فرحان یوسفزئی به حیث رئیس عمومی کرکت بورد تعیین گردید. بر اساس حکم رئیس جمهور، فرحان یوسفزئی پس از تعیین شدن به حیث رئیس و عضو جدید کرکت بورد رسما آغاز به کار کرد. پیش از این عزیز الله فضلی به حیث رئیس کرکت بورد ایفای وظیفه میکرد. در این اواخر شمار از اعضای تیم ملی کرکت شکایت داشتند که در کرکت بورد مداخله سیاسی صورت میگیرد. خبرهای جهان لحظات بعد. ادامه خبرها با چند خبر از جهان. تهران به هدف حل بحران با آمریکا آماده اشتراک در گفتگوهای منصفانه و قانونی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است تا زمانی که مسئول وظایف اجرایی ایران باشد، کشورش به هدف حل مشکلات برای اشتراک در گفتگوهای قانونی آماده خواهد بود، اما هرگز تسلیم نخواهد شد. در همین حال حسین دهقان، یک قمندان مهم سپاه پاسداران ایران و مشاور نظامی رهبر مذهبی این کشور، گفته است که کشورش به هیچ وجه حاضر به گفتگو با آمریکا نخواهد شد. وی هشدار داده است اگر آمریکا تصمیم جنگ را بگیرد، تمام مراکز نظامی این کشور در منطقه هدف قرار خواهد گرفت. رابرت مولر به نشست‌های استماعیه دو کمیته کنگرس حاضر می‌شود. وی نوقت روز چهارشنبه به سوال‌های سناتوران در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و رابط اعضای تیم انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه پاسخ خواهد داد. مولر نزدیک به 3 ماه پیش گزارش تحقیقات 2.5 سالش را در مورد مداخلات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به لوی سارنولی این کشور سپرد، اما گفته می شود که لوی سارنولی آمریکا بخش‌های مهم این گزارش را پنهان نگه داشته و از اجراءات در این مورد خودداری نموده است. و خبر اخیر این که بیجینگ در جریان تلاش‌های تایوان برای جدایی طلبی و کسب استقلال آمادگیش را برای جنگ اعلام کرد. سخنگوی وزارت دفاع چین گفته است که بیجینگ از راه صلح‌آمیز استراتژی اتحاد را با تایوان به پیش می‌برد، اما اگر این جزیره برای کسب استقلال تلاش یک جانبه نماید، اردوی چین برای حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اتحاد کشورش برای جنگ آماده است. هشدار اردوی چین در حالی است که واشنگتن در ماه جاری از فروش سلاح‌های پیشرفته به ارزش میلیاردها دلار بر تایوان اعلام آمادگی کرد. چین در پاسخ به این اقدام ایالات متحده آمریکا بر شرکت‌های آمریکایی که بر تایوان اسلحه می‌فروشند تحریم وضع نمود. از توجه و همراهیتان به خبرهای این سجان سپاس، بعد بخیر، خدا نگهدار.